بر فارسی زبان سراسر دنیا، شارش جوانش هستم و یکی دیگه از ویدیوهای کسوان در استکبار جهانی. دوستان امروز از همون اتوبان دور سالت لیک سیتی که میشه 2I-15 من برمیگردم خونه. این رینگ سمت ایسته، سمت غربه و این بارونی که پیروز اومد اینجا برف بوده. ببینید چقدر زیبا. دوباره ببینید 45 ساعت دارم رد میکنم، یه فرق میکنه شرق و غرب، چون این خیابون از 45 دو تا رو رد میکنه به صورت تقاطو. همونطور که گفتم دارم تو رینگ دور شهر سالت لیک سیتی حرکت میکنم به سمت جنوب. اینم منظره کوههای ایست سمت شهر. هم که میبینین اونجا دیگه سمت جنوب سالت لیک سیتیه، ساوت. فکر کنم یک ماه دیگه برف اینجا اومده باشه با اسکی بازای حالا از اروپا ما اینجا میان واسه اسکی. اسکی بازا سرازیر میشن اینجا. یه شغلیه به نام پوست انداختن روی تیغه، روی همون تیغه های اسکی که حالا یه پسر ایرانیه به این کار رفته یاد گرفته و یه استیکریه، یه برچسبیه میچسبنن کف تیغه های اسکی که وقتی میرن بالا لیز نخوره بیاد پایین، یعنی به صورت خیلی میکروسکوپی یه حالا زایده هایی داره که اینطوری تصور کنیم مثل فرش که فرش از یه طرف میشه جارو کرد از یه طرف نمیشه جارو کرد. این برچسب هم همینطوره، وقتی میرن بالا لیز نمیخورن بیان پایین، فقط اسکی به سمت جلو میره و این عملیات پوست اندازی و مثل اینکه 200 دلار 300 دلار هزینه شه. بنده خدا پا میشه میره لوکیشن هایی که اسکی بازا میخوان برن بالا یا از طریق آنلاین این کسب و کار رو توی زمستون رو میندازه و حداقل یه بکنم 10-15 هزار دلاری فقط از زمستون در میاره. بین این کوها که ما به فارسی میگیم دره، اینجا میگن کنیون. هر کدوم از اینام چون خیابونش اسمی داره همون اسم خیابون رو میگیره. مثلا این که جلوتر از منه میشه کنیون 72، این که پشت من بود میشد کنیون 38 که بین لورای سالت لیک سیتی، چون اینجا روش 4-5 هزار نفر بچه های بوراحمد بوکیلو بوراحمد زندگی میکنن، بین اونا معروفه به کنیون لورا. یعنی از وقتی که دیگه میشه رفت بیرون بعد از بهار تا همین الان هم که پاییز یک شنبه ها باشن با هوا خوب باشه، اینا بساط کباب و کمپینگشون توی کنیون به راهه. خب
مثلا اون لاینا برم به خاطر شما، ولی اشتباهی اومدم اینجا. مثلا من از کنیون بالا فیلم بگیرم که از طرفی هم اینجا تمام اینا هتله، این هتل مریوته که داریم رد میشین دوباره پشت سرم الحیاته و همه اینا توی موقع اسکی پر میشن. چه درخت های چه رنگ های قشنگ. من اینجا دور میزنم فقط به خاطر شما که برم از این جاده فیلم بگیرم واسه تون و ببینین چه حد با حاله. اینم just for you. فقط قول بدین که از این ویدیوها اگه خوشتون میاد سابسکرایب کنین. مدیونین اگه این ویدیو رو شیر نکنید بین دوستاتون. ببینید چه جاده ای دارم میبرمت. دست کمی از جاده چالوس نداره. من یه دوست با تجربه، یعنی در واقع دوست پدر بوده و من که بزرگ شدم دوست ایشون، همسن پدرم هستن، یه تجربه خوبی به من انتقال داد که هنوز نتونستم عملیش کنم، فقط جزو اهدافم. گفتش که برو تهران، از تهران به سمت چالوس بشین تو اتوبوس صندلی جلو فقط و حالا یا پشت سر راننده یا سمت شگفت، فقط صندلی جلو و لذت این جاده رو اون موقع میتونی ببری. چون اکثرا من توی جاده چالوس خودم رانندگی کردم و مناظر جاده را اونقدر نتونستم لذت ببرم و اتوبوس هم که خب بالایه بود دیگه، یه ویو خیلی خوبی با آدم میده. دوستان یه ساختمان قدیمی بود رد شدیم، اینجا یه کارخونه قدیمی بوده. بله اینم پاییز هزار رنگ. پشت این کوه که یه جاده است از کنارش رد میشم، این کوهی که داریم میبینین یه منطقهیه که فکر کنم 5-6 تا تلکابین و تلسی و این چیزا داره، تجهیزات اسکی و مسیرهای اسکی کدگذاری شده. اینجا معدن شنه، کنم تا یه 40-50 سال دیگه اینجا شن داشته باشه. خب من دیگه این سمت چپ نمیرم، سمت چپ بریم میریم واسه اون کنیونه درهی که بهتون گفتم دیگه، اینجا گردش کنیم بریم سمت خونه. اینجا امنیت هم خیلی خوبه. ببین مثلا الان این خانومی داره اینجا پیاده روی میکنه، ساعت 2-3 نصف شبم من دیدم که خانوما چرا تابستون چه زمستون میان میدوئن تنها گروهی و واقعا امنیت داره، کسی مزاحم کسی نمیشه. اونم شمال سالت لیک سیتی